سلام، خوش آمدید. سرخط خبر ده. نگرانی ها از همه شمول نبودن روند گفتگوهای سال. سازمان ملل متحد میگوید که جامعه جهانی از روند پشتیبانی خواهد کرد که شهروندان افغانستان به شمول زنان در محور این روند جا داشته باشند. نگرانی درباره همشمول بودن روند صلح در افغانستان وجود دارد. به آن که زنان در محور این روند باشند و نتیجه دلخواه نمی رسیم. بی باوری ها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های کامل برای برگزاری این انتخابات ندارند. حالت کامل اطمینان موجود دادی که تاکنی وقت باش برند میزان که دون کدی. نگرانی ها از افزایش حمله های طالبان در حوزه غرب. مقام های محلی و امنیتی حوزه غرب میپذیرند که از 43 ولسوالی در این حوزه 7 ولسوالی به گونه کامل در اداره طالبان هستند و در بیش از 50% دیگر حکومت تنها در ساختمان های ولسوالی ها حاکم است. دشمن تلفات زیاد دید و چندین قماندانشان کشته شد و تقریبا 100 نفرشان از خط محاربه بیرون شدند. و 9 کشته و 30 زخمی در انفجار در منطقه دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان. و شروع خبرها. سازمان ملل متحد روند صلح افغانستان را به اندازه که باید همشمول باشد همشمول نمیداند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در سفرش به افغانستان میگوید که جامعه جهانی از روند پشتیبانی خواهد کرد که همشمول باشد و شهروندان افغانستان به شمول زنان در محور این روند جا داشته باشند. از روی همین مقام سازمان ملل بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن تاکید می‌ورزد و صلح انتخابات را دو موضوع از هم جدا می‌داند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در دومین و واپسین روز سفرش به افغانستان از همشمول نبودن روند صلح در افغانستان نگران است. نگرانی درباره همشمول بودن روند صلح در افغانستان وجود دارد. به آن که زنان در محور این روند باشند به نتیجه دلخواه نمی رسیم و کسانی که در نشست های صلح به نمایندگی از مردم افغانستان شرکت می کنند پرسش به میان می آید که اینان به چه اندازه از مردم افغانستان نمایندگی کرده می توانند. جامعه جهانی از روند پشتیبانی می کند که همشمول باشد. این مقام سازمان ملل متحد بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن نیز تاکید می‌ورزد و می‌گوید که این روند هم باید فراگیر باشد و به دور از تقلب برگزار شود. انتخابات باید در زمان معین آن برگزار شود. این روند باید همشمول باشد. صلح و انتخابات دو موضوعی از هم جدا هستند و هر دو باید محتاطانه انجام شوند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در زمان معین آن اطمینان می دهد. افغانستان خلق بله صلح تنی است لری. آقا هم باید مخی تلاره شی. اما طول تاکنی دا هم در افغانستان در خلق و برخلیق تاکل دی. او در دیر زیاد در افغانستان در خلق و لپاره دا هم مهمه ده. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که در دو روز گذشته با رهبران حکومت نیز دیدارهایی داشته است، جنگ افغانستان را پیچیده می‌داند و بر کیفیت و دوام در روند صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. این در حال است که مقام‌های پاکستانی می‌گویند که در سفر نخست وزیر پاکستان به آمریکا، موضوع افغانستان یکی از بحث‌های اصلی میان اسلام آباد و واشنگتن خواهد بود. از سوی هم حکومت افغانستان انتظار دارد که این بار پاکستان در آوردن صلح و پایان دادن به جنگ‌ها و خشونت‌ها به گونه صادقانه افغانستان را کمک کند. در همین حال، سفیر پیشین پاکستان در آمریکا گفته که طالبان در گفتگوهای صلح به گونه کامل مستقل نیستند و استخبارات نظامی پاکستان بر این گروه نفوذ چشمگیر دارد. مقام‌های پاکستانی بر رسانه‌های این کشور گفتند که افغانستان یکی از مهمترین بحث‌ها را میان آمریکا و پاکستان می‌سازد.
هنوز ما در عمل شاهد کدام اقدام جدی از طرف پاکستان نبودیم. یکی از خواستای مشگی ما این بوده که باید بالاخره ما اقدامات را از طرف پاکستان شاهد باشیم و تغییرات را ببینیم. اگر پاکستان پیشنهادهای ایالات متحده آمریکا را در ارتباط به دست برداشتن از پشتیبانی حلقه‌های جنگی این را قبول نکنه، من یقین دارم که این فشار عملی سر پاکستان داینده وارد خواهد شد. با این همه حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در امریکا در گفتگوی با تولو نیوز از نفوذ سازمان استخبارات نظامی پاکستان بر طالبان و مستقل نبودن طالبان در گفتگوهای سال سخن میگوید. باید بپذیریم که تمامی رهبران طالبان در پاکستان هستند. از پاکستان با هواپیماها به گفتگوها می آیند. از جای دیگری پرواز نمی کنند. تسهیل آمدنشان به گفتگوها از سوی پاکستان انجام می شود. در پاکستان بود که به آقای خلیلزاد تضمین داده شد که می تواند با طالبان گفتگو کند. ملا برادر برای سالها در پاکستان زندانی بود و در جریان حکومت رئیس جمهور کرزی اجازه نمی یافت که مذاکره کند. به تازگی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از آغاز ماموریت تازه‌اش خبر داده است و امیدوار است که در این دور ماموریتش پیشرفت‌های بیشتری در بخش صلح در افغانستان به دست بیاید. شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن باور ندارند. این نامزدان میگویند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های کامل برای برگزاری این انتخابات ندارند و نیز مبهم ماندن گفتگوهای صلح به اعتمادی ها را به برگزاری این انتخابات در زمان تعیین شده آن بیشتر ساختند. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد که برگزاری انتخابات اولویت دارد و پس از انتخابات گفتگوهای صلح ادامه خواهد داشت. با آنکه 2 ماه و 6 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، نامزدان این انتخابات میگویند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن و چگونگی گفتگوهای صلح به مردم توضیح ندادند. حقیقت کامل اطمینان موجود ندی چی تاکنی وقت باش پرند میزان که دون کی دی په این وخت کې د سولې پروسه چې هغه توقع مرد چې د لو د مخکې چې دا پروسه به ډېر د انتخاباتو مخکې پای ته ورسېږي دا تر اوسه پورې پای ته رسېدلې نه ده. نو د دغه 2 پروسو په منځ کې دا ګونګ حالت چې اوس موجود دی دا د خلکو پر اعتبار یا د خلکو پر هغه باورمندۍ باندې چې باید په ټاکنو ولري هغه یې راټیټ کړی دی. حکومت د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو پروسه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې په شپږم د تلې وکړي. نو لومړی خدا دې چې دا باید وزندگی. نامزدان این انتخابات از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کنند و می گویند که در اوضاع کنونی انتخابات سراسری و شفاف برگزار نخواهد شد. یکی از دلایلی که جلو انتخابات امنگرانی رو می گیم که همه مردم افغانستان بتانستن بگیره مسائل امنیت است. با این طرز امنیتی که امروز در داخل افغانستان موجود است که هر روز ما به صلاح مردم ملکی نظامی خود را دست می تیم. به این شکل می‌بینیم که انتخابات به چالش کشیده می‌شود. دسته انتخاباتی صلح و عدالت به رهبری گلبدین حکمتیار نیز از بی‌باوری‌ها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان سخن می‌زند. مذاکرات صلح به جاهای حساس رسیده و ما بر انتخابات آماده هستیم. مطمئن هستیم که در انتخابات پیروز خواهیم شد و اگر صلح بسیار کارش جدی شود و مطمئن باشیم که مقدمات کار صلح آماده شده، ما ترجیح میدیم که اول صلح داشته باشیم بعد در فضای صلح و انتخابات برویم. اما کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن میزند. صلح هم در افغانستان نیاز ده، اما ټاکنې په اولویت او په لومړیتوب کې قرار لري. که ښې ټاکنې موږ ولرو او د افغانستان د خلکو د اعتبار وړ ولسمشر چې افغانستان ته راځي، په هر حالت کې انشاءالله صلح کیږي. خواست اکثریت مردم افغانستان ایست که انتخابات برگزار شود و حکومت افغانستان نمیتونه که در برابر خواست مردم قرار بگیره. لحاظا موجودیت شک و تردید در میان کاندیدای محترم با باور ما یک مقدار پیش از وقت است. اینها باید شک نکنند.
بر بنیاد قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در ماه جوزای امسال برگزار می شد. اما این انتخابات تا کنون دو بار به تأخیر افتاده است و قرار است که به روز ششم ماه میزان برگزار شود. در این انتخابات 18 تن به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی خودشان را نامزد کرسی ریاست جمهوری کردند. مقام های محلی و امنیتی حوزه غرب میپذیرند که از 43 ولسوالی در این حوزه 7 ولسوالی به گونه کامل در اداره طالبان هستند و در بیش از 50% از ولسوالی های دیگر تنها ساختمان های ولسوالی ها در دست حکومت است. در همین حال باشندگان حوزه غرب از افزایش حمله های طالبان در هفته های پسین در این حوزه نگران هستند. نگرانی ها از افزایش حمله های طالبان بر ولایت های حوزه غرب. والی هرات میپذیرد که در هفته های پسین برخی از ولسوالی های این ولایت گواه نبرد های سخت میان نیروهای دولتی و طالبان بودند. این نبرد ها در ولسوالی های پشتون زرغون، اوبه و چشت شدیدتر بوده است. مسئولان محلی در هرات میگویند که از میان 19 ولسوالی هرات حکومت بر ولسوالی های زیرکو و پشتکوه این ولایت تسلط ندارد. دشمن تلفات زیاد دید و چندی قماندانشان کشته شد و تقریبا 100 نفرشان از خط محاربه بیرون شدن و حتی یک نفر ملکی بینیش هم خون نشده در این عملیات. پلان جنگ داشته باشه، اگه پلان جنگ نباشه بعد برگشت بازم دشمنه که باقی مانه پس همون امنی ها و خرابی ها و مشکلات پس به بار میاره. در ولایت فراه ولسوالی های بکوا، خاک سفید، گلستان و شبکوه به دست طالبان سقوط کردند و دفاتر آن به شهر فراه انتقال یافتند. یک عضو شورای ولایتی فراه میگوید که اداره حکومت بر ولسوالی های پشترود، بالا بلوک و قلهکان نیز تنها به ساختمان های مرکز های این ولسوالی ها خلاصه شده است. از مشتسلور ولسوالی چه سقوطی مرکز تر انتقال سی پر نور ولسوالی بندی جګړه روانه ده. همداشان زموږ د مرکز اړوند په نواحیو کې دا اوس د جګړه روانه ده او هر شپه زموږ خلک تر تهدید لاندې دي. در همین حال یکی از نمایندگان بادغیس در مجلس نمایندگان ادعا دارد که تمام ساختمان های دولتی ولسوالی بالامرغاب و بادغیس بیش از 2 ماه می شود که زیر اداره طالبان هستند و نیروهای دولتی تنها اداره مرکزهای ولسوالی های آبکمری، جوند، قادس و مقر را در دست دارند. ادعاهایی که از سوی مقام های محلی این ولایت رد شدند. بالامرغا خو سکوت ولسوالی مرکزون رو پلاس که توجه اونیس نور ولسوالی هم پس سکوت کدی مرکز شهر سر پس سکوت موجی نامنی دیر رسایی ده. حمله های طالبان بر ولسوالی های نسبتاً امن غور نیز در هفته های پسین بی پیشینه بوده است. دولتیار، تولک، شهرک، ساغر، تیوره و دولینه زیر تهدید شدید طالبان قرار دارند و در روزهای پسین نبردهای سخت را تجربه کردند. ولسوالی های شهرک و تولک و ساغر و تیوره بخصوص با شرف که دولتی ها تهدید امنیتی قرار داشته و حتی تهدید بالا رفته. اما وزارت دفاع ملی میگوید که به علت کمبود نیروی امنیتی در ولسوالی های نسبتاً امن طالبان حمله هایشان را بر این ولسوالی ها افزایش دادند. در ولسوالی هایی که در افغانستان امن قلمداد می شدن به مو دلیل نهادهای امنیتی برادرای شما در اونجا تعدادشان کم بود و دشمن آمدن دست به تلفات ملکی و کشتار مردم ملکی زدن که ولسوالی دولتی ها رو چندین ولسوالی رو شما شاهدش هستین. مقام های امنیتی می گویند که به علت حضور طالبان بر بیشتر شاهراهای ولایت های حوزه غرب رفت آمد مسافران به بیشتر ولسوالی های این حوزه دشوارتر شده است. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نمایندگان شورای ملی را متهم می سازد که نظارت از اعمال حکومت در این نهاد متأثر از منافع شخصی است. یک بررسی تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که شورای ملی ظرفیت ساختن قانون را ندارد. در این گزارش آمده که در شورای ملی فساد گسترده مالی مسلط است. در ادامه تا چند لحظه دیگر.
خب بدل شدن یکی از درههای شهر پارون مرکز نورستان به مرکز گردشگری. ادامه خبرها. زنان معترض در برابر نتایج انتخابات مجلس نمایندگان برای دومین بار در نزدیک دروازه دفتر سازمان ملل متحد در کابل گرد آمدند. این نامزدان معترض میگویند که از بهر خشونت هایی که در برابرشان انجام شده خودشان را در قفس ها قرار دادند و تا رسیدن به خواست هایشان به اعتراض در جاده ها ادامه خواهند داد. این زنان معترض میگویند که سند هایشان باید از سوی یک دادگاه ویژه بررسی شود. یکی از دره ها در پارون مرکز ولایت نورستان به مرکز گردشگری مبدل شده. روزانه ده ها گردشگر داخلی از این دره دیدن می کنند. در اینجا در دره اجروی در پارون مرکز ولایت نورستان گردشگران آمدند و از آب و هوای این ولایت لذت می برند. این دره که در گذشته ها سیاحتی نبوده است اما در سالهای پسین گردشگران داخلی را به خود جلب کرده است. باشندگان این محل میگویند که این دره با داشتن جنگل های طبیعی به یک دره سیاحتی مبدل شده است. لرد سیاست لرد نلرد شیه کم دیش یادی بنجان نه ده خلق پاسانی رات لیشه ولتا امنیت گروڑ کی چون ده پخا ده کفر ده وقتونه ده غزه امن ده او ده خلق ده امن ساتل ده او ده خوده امن ساتل ده غزه کی نو دلتا شهر چوک رازی تاسل تا تسی گوری ده حکومت لورپور چارواکی هر څوک چې دلته شته بازار ګرځیدای شي هیڅ خطر نه احساسوي. شفیق الله 30 ساله که باشنده ولایت ننګرهار است همراه با دوستانش به این دره آمده است. میگوید که نبردها شهروندان کشور را خسته ساخته است و آنان میکوشند تا از جاهای دیدنی کشور دیدارهای داشته باشند. وطن کی تاسو ته بهتر معلومه ده دایش دی او طالب دی او د زغب دی نو دغه جنگونه او نهوالو نستړي شولو غواړو موږ چې یو ورځ دوه په استراحتي چکر کې تیر کړو. دغه نورستان ښایسته بهترینه هوا لري، ښایسته چمندونه دي، ګلونه طبیعي ګلونه لري. این گردشگران میگویند که اگر امنیت در کشور تامین شود آنان میتوانند که به هیچ حراسی از تمامی ولایتهای کشور دیدن کنند. یک سوهای بسیار سرسرد و سوهای بسیار باز هستند. هر کس بتونه اینجا در روزهای جمعه با استفاده از رخصتی ها میاید اینجا تفریح بکنه. بسیار یک جای سرسبز و جای تفریح، جای بسیار نمایشی است. دوستان او تفریح زی خکل طبیعی هوا، خکل اوبه، خکل منظره او خپل بولیتونو که دایش تعلیم نتنگ شوی حال تا چکر زی ندی چه لار شو خونه هم ندی. در همین حال باشندگان نورستان از نیروهای امنیتی می خواهند که امنیت شاهراه نورستان را تامین بکنند تا گردشگران به خوبی و به هیچ حراس به این ولایت بیایند و از جاهای دیدنی نورستان دیدن کنند. در ادامه عملی شدن بیش از 300 پروژه توسعه‌ای در 13 ولایت کشور. وزارت احیا و انکشاف دهات 312 پروژه توسعه‌ای را در 13 ولایت کشور با کمک شوراهای محلی عملی می‌سازد. وزیر احیا و انکشاف دهات هزینه این پروژه ها را 312 میلیون افغانی می‌گوید که از کمک های ایتالیا و هند در چارچوب برنامه هم آهنگی ساحه‌ای عملی خواهند شد. از سوی هم وزیر احیا و انکشاف دهات گفته که این وزارت در 6 ماه نخست سال روان مالی 52% از بودجه توسعه‌اش را هزینه کرده. وزیر احیا و انکشاف دهات هنگام امضای پیمان های 61 پروژه خدمات همگانی با شوراهای توسعه و شرکت های پیمان کار میگوید که این پروژه ها شامل ساخت سربند ها تهیه آب برای کشت، ساخت دیوارهای استنادی و پل و پلچک و ساخت کانال ها می باشد که در 13 ولایت کشور در یک سال آینده عملی خواهند شد. مونږ یوازې په دې که دو پروژه لرو چې هغه ظرفت کاری یو څه لوی د هغه شرکتو ته تللي نور ټول پروژې یعنی په یو شپېته کې دوه پروژې خصوصي سکتور او نور مکمل د ولس په مرسته او د ولس د 10% په کومک سره به دغه پروژې ټولې تطبیق کېږي.
در همین حال شمار از باشندگان ولایت هایی که پروژه های توسعه‌ای و خدمات همگانی در ولایت هایشان عملی می شوند. از حکومت می خواهند که تهیه آب برای کشت از اولویت های آنان است و باید در این بخش پروژه های بیشتر عملی شوند. آقا دادیم گمزه که بنا لری کاریزونم پاکیگی و بپریمانه کیگی خالق تشتیباده که یا شکری از طرف فرزه و زیاد همون طرف مونه است دیواله استنادی هم ضروره داریم. از سوی وزیر گیاه انکشاف دهات میگوید که در حال حاضر بیش از 8800 پروژه خرد و بزرگ توسعه‌ای در چارچوب برنامه میثاق شهروندی در بخش‌هایی از کشور عملی می‌شوند. خواهید دید در گذشت قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان. ادامه خبرها. در یک حمله مسلحانه و یک حمله انتحاری در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پشتونخوا کم از کم 9 تن کشته شدند و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس خیبر پشتونخوا میگوید که انتحار کننده یک زن بود و کشته شدگان این حمله ها 3 غیر نظامی و 4 پلیس هستند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را پذیرفتند اما انجام این حمله را از سوی یک زن رد می کنند. از سوی دیگر باشندگان کشمیر هند پاکستان را به شلیک هاون بر روستاهایشان متهم می سازند. حمله مسلحانه بر یک پاسگاه پلیس انجام شد و سپس هنگامی که قربانیان به شفاخانه انتقال یافتند یک مهاجم انتحاری قربانیان را در داخل شفاخانه آماج قرار داد. یک حمله انتحاری در نزدیک شفاخانه رخ داد. ما گوش ها و پاهای انتحار کننده را یافتیم و اینها نشان می دهند که انتحار کننده یک زن بود. از سوی دیگر برخی از باشندگان کشمیر هند نظامیان پاکستانی را به شلیک هاون بر روستاهایشان متهم می سازند. هر روز به اینجا هاون شلیک می کنند. امروز یک مرد در روستای سرپنج زخمی شد. هر روز که هاون شلیک می شود مردم با دشواری های بسیاری روبرو می شود. هند و پاکستان تا کنون دو بار بر سر کشمیر با هم درگیر جنگ های خونی نشدند. و برخی رسانه های آسیای میانه و روسیه خبر درگذشت رئیس جمهور ترکمنستان را پخش کردند. این رسانه ها میگویند که قربان قلی بردی محمدوف به علت ناکارایی گرده هایش درگذشت، اما سفارت های ترکمنستان در روسیه و قرقیزستان این خبر را رد کردند. برخی از خبرنگاران نوشتند که اوضاع در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان عادی است و هیچ گونه نشان از آمادگی ها درباره درگذشت رئیس جمهور ترکمنستان دیده نمی شود. سه کیهان نبرد آمریکایی، روس و ایتالیایی به ایستگاه کیهانی جهانی رفتند. سفر این سه کیهان نبرد همزمان با 50مین سالگرد قدم گذاشتن انسان به کره ماه انجام می شود. اکنون دو کیهان نبرد آمریکایی و روسی در ایستگاه کیهانی جهانی حضور دارند. ادامه خبرها را در تولو نیوز دنبال کنید. و در ادامه سرخط چند خبر بار دیگر. نگرانی ها از همه شمول نبودن روند گفتگوهای صلح در افغانستان. سازمان ملل میگوید که جامعه جهانی از روند پشتیبانی خواهد کرد که شهروندان افغانستان با شمول زنان در محور این روند جا داشته باشند. بی‌باوری‌ها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی های کامل برای برگزاری این انتخابات ندارند.
نگرانی ها از افزایش حمله های طالبان در حوزه غرب، مقام های محلی و امنیتی حوزه غرب میپذیرند که از 43 ولسوالی در این حوزه 7 ولسوالی به گونه کامل در اداره طالبان هستند و در بیش از 50% دیگر حکومت تنها در ساختمان های ولسوالی ها حاکم است. منوح کشته و 30 زخمی در انفجار در منطقه دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان. برای نخستین بار خدمات شمار از شبکه های مخابراتی پس از 18 سال دیشب در شهر مزار شریف قطع شدند. باشندگان این شهر از قطع شدن فعالیت های شبکه های مخابراتی هراسان شده بودند. مسئولان ولایتی شبکه های مخابراتی گفتند که آنان به علت تهدیدهای امنیتی فعالیت هایشان را قطع کردند. اما مقام های محلی بلخ میگویند که تهدیدهای امنیتی وجود ندارند و این کار شبکه های مخابراتی یک توطئه در برابر حکومت محلی دانسته شده. در یک رویداد به پیشینه فعالیت شبکه های مخابراتی افغان بسیم اتصالات روشن و MTN شنبه شب در شهر مزار شریف قطع شد. از طریق خود کمپانی که از مکتب بچان کتاب قطع کردن قطع کردید بدون اینکه ما در جریان باشیم. پس از این رویداد مقام های محلی بلخ با مسئولان ولایتی شبکه های مخابراتی برای چندین ساعت پشت دروازه های بسته با هم نشست داشتند. تمام یک سابوتاژ است برای نامبد ساختن اداره محلی بلخ و برای درتبانی با جبهه مخالفین بوده این کارشان. یک روند کاملا عمدی بوده. ما میخواهیم بگویم که تکرار از این انشاءالله نخواهید دید و هر کسی که ترس به چنین تکراری بزنه عمل بالمثل در مورد شبکه های خود خواهد. مسئولان ولایتی شبکه های مخابراتی در این باره حاضر به گفتگو نشدند. در ولسوالی هایی که ناهم نستد در اونجا بعضی کمپانی های ما فعالیت نداره. او یک لیست پیش ما هست که او را باز به مرور زمان باز میشه که ما این گپ را باز واضح کنیم. قطع شدن فعالیت شبکه های مخابراتی در شهر مزار شریف باشندگان این شهر را نگران ساختند. به این حراس بودیم که چه اتفاق در مزار شریف افتیده که آنتنای شبکه های مخابراتی کار نمیکنه. گویا کدام حمله شده در مزار شریف. حکومت محلی هرچه زودتر به این اقدام بکنن که چرا و به چه دلیل شبکات مخابراتی قطع شده. باشندگان مزار شریف نگران هستند که اگر این روند ادامه یابد آنان با مشکلات روبرو خواهند شد. عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشینه مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری براءت گرفت. این دادگاه دیروز برگزار شد اما فیصله آن به صبح امروز معطل ماند. در دادگاه نخست در ماه حمل امسال وحیدی به استفاده سو از صلاحیت ها در هنگام مأموریتش در وزارت مالیه مجرم شناخته بود شده بود و دادگاه وی را به 30 سال زندان محکوم ساخت. عبدالرزاق وحیدی که پارسال از بره اتهامات وارد شده بر او در انگام رهبریش در وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی به دادگاه کشانیده شده بود، امسال بازم در پیوند با آنچه که استفاده سو از صلاحیت‌ها در انگام مأموریت در وزارت مالیه گفته می شود، در دادگاه حاضر شد. در ماه عمل امسال در یک دادگاه غیابی مرکز عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در پیوند با این پرونده وحیدی مجرم شناخته شد و حکم 3 سال زندان را گرفت. از سنت درسی مرا آوردن، بسیار تحقیرم کردن، بگذاریم ولی اهمیت نداره. گفتم ما بزرگتر و عمیق‌تر می‌اندیشم اله نظر به اون روزی که مرا بردن، چون روز بسیار جگرم زیاد خون شده بود. معال نه، بی تفاوت است برم. فکر میکنم که بسیار درسای دیگر هم انسان میتونه بیاموزه. اما دادگاه استیناف که به علت پایان یافتن ساعت کار به روز شنبه فیصله‌اش را در این باره صادر نکرد، سرانجام صبح یک شنبه عبدالرزاق وحیدی را براحت داد. فیصله صادری نمبر فوق محکمه ابتدای رسیدگی به جرم سنگین فساد اداری در مورد مجازات عبدالرزاق وحیدی نسبت خطا در تطبیق قانون نقض و ترو در قضیه فوق طبق هدایت ماده 25 قانون اساسی و ماده 5 کد جزا و ماده 5 قانون اجرات جزایی به برادران ازار حکم نموده. پیش از این عبدالرزاق وحیدی به ایف میل میلیون ها افغانی در انگام کارش همچون وزیر مخابرات و فناوری اطلاعاتی متهم بود و رئیس جمهور غنی او را در پیوند با امین اتهامات از این وزارت برکنار کرد. در ماه جدی پارسال وحیدی در پیوند با این قضیه از دادگاه ویژه وزیران نیز براءت گرفته بود. از سوی دیگر دادگاه استیناف کابل حکم دادگاه ابتدایی را درباره 30 سال زندان برای هر یک از قاتلان مهسا
تایید کرد. آنچه که زیر 20 سال عمر داشتن این دو محکوم گفته شده باز هم آنان را از مجازات اعدام رهانید. اما خانواده مهسا این حکم را بسنده نمی داند و بر اشد مجازات به قاتلان و نیز شناسایی کسان دیگر تاکید می ورزد که به باور این خانواده در این آدم ربایی و قتل دست داشتند. بروز یک شنبه دادگاه استیناف قاتلان مهسای 6 ساله در کابل برگزار شد. در این دادگاه عاملان رویدادی که به قتل مهسا انجامید بازم پشیمانیشان را از این کار براز می دارند. سجاد سنگید برای من. باید گفت اینی تو قضیه شده بود. تا اون انوز برای من قصه نکده بود. تی گپ شده. چی قضیه شده؟ که آن ایرق مهسا را ما کشتیم خفه کردیم. از بیعقلی نمی فهمیم چی کردیم. تالی هم گفتم نمی فهمیم بیعقلی کردیم. اما خانواده مهسا همچنان بر گستردگی این ماجرا و نیاز بر ریشه‌یابی دقیق آن تاکید می‌ورزد. دو تا اخطارنامه نمی‌فهمم. یا در زندان هستند، شاید کسایی که کتینا دست داره. من حضور کردم که پشت قضیه دیگر کسی دیگری هست. با این حال دادگاه استیناف تنها به تایید حکم دادگاه ابتدایی درباره محکومان این رویداد بسنده می‌کند. از ابتدای ایام نظارت و توقیفیتان هر واحد شما را به مدت 30 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم. به خدا مسپارم و محکمه الهی روز آخرت اونجا دیگه هیچ چیزی نیست، هیچ کسی نیست، هیچ ماده ای نیست، جز ماده الله باید جوابگو باشند. مهسا در ماه هوت پارسال از مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس شهر کابل ربوده شد و چند روز بعد پلیس جسد او را که داخل یک جوال انداخته شده بود از زیر یک پل یافت. معاون نخست وزیر حکومت ببرک کارمل در کابل به گونه بسیار ساده و عادی و با افتخار زندگی می کند. عبدالرشید آریان 78 سال است و در حکومت نور محمد ترکی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بود و سپس همچون سفیر افغانستان در اسلام آباد گماشته شد. آقای آریان در مقام های لوی سرنوال وزیر عدلیه و معاون نخست وزیر نیز کار کرده. این مقام پیشین یک خانه دولتی دارد و یک دوچرخه برای گشت و گذار، اما میگوید که با افتخار و با وجدان آرام زندگی می کند. عبدالرشید آریان، مردی که روزگار معاون نخست وزیر، وزیر عدلیه لوی سارنوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد و از چهره های مطرح در سیاست کشور بود. اما اکنون وی در خانه‌ای که دولت وقت برایش داده بود بسیار ساده زندگی می کند. وزیر عدلیه و لوی سارنوال که در او وقت ای دو اداره با هم یک جای بودن معذب شدم. و در 59 با داشتن این وظیفه وزارت معاون صدارت شدم. میگوید که 25 سال با دوچرخه گشت و گذار می کرده است، اما اکنون به علت سالخوردگی و بیماری از دوچرخه کمتر کار می گیرد. افتخار می کنم به اینکه شکر به سر بلند در این جامعه بر تمام این دوره ها از وقتی حکومت هم دموکراتیک خلق گرفت تا به وقتی مجاهدین و تا به دوره طالبان ما بین شهر و ما بین کوچه و بازار گشت و گذار داشتم و دارم و سر بلند زندگی میکنم و زندگی خود قانی است. نظامی که تقریبا بیش از 25 یا 26 سال پیش سقوط کرده، صدها اینطور انسان در دامان خود تربیه کرد و وجود داره همین لحظه. و ایمی افزاید که زمامداران پیشین خط و خالهای رنگین برای آینده افغانستان کشیده بودند و میخواستند افغانستان توسعه یافته و باثبات باشد. و ایمی گوید که هیچ گاهی فکر نمی کرد که تا 78 سالگیش گواه جنگ ها در کشور باشد، جنگ هایی که پایانش هنوز روشن نیست. ارگان‌های محلی میگوید که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمامی مقرری‌ها به جز حالت‌های استثنایی در نهادهای دولتی متوقف شدند و نیز هیچ کارمند دولتی به شمول والسوال‌ها و والیان و شهردارها نمی‌توانند در امور انتخاباتی مداخله کنند و یا هم به سود نامزد فعالیت نمایند. وزارت معارف نیز کارگیری از کودکان را در پیکارهای انتخاباتی و دیگر تشریفات دولتی ممنوع قرار داده.
همزمان با نزدیک شدن پیکارهای انتخاباتی، اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که تا برگزاری انتخابات تمامی مقرری ها در نهادهای دولتی متوقف خواهند بود و نیز هیچ کارمند نهادهای دولتی و شمول والی ها، ولسوالان و شهردارها نمی توانند در امور انتخابات مداخله کنند و یا هم به سود نامزدی کار کنند. د سیمه ایز ارگانو د خپلواکې ادارې د دویمې امریې په اساس هیڅ والی، هیڅ ولسوال او هیڅ ښاروال او د سیمه ایز ارگانو د خپلواکې ادارې هیڅ کارکوونکی نسي کولی د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي یا د یو نوماند په ګټه یا تاوان باندې کار وکړي. وزارت معارف نیز کارگری از کودکان را در پیکارهای انتخاباتی ممنوع قرار داده است. استفاده از شاگردان مکتب در محافل و مراسم پذیرایی از مقامات حکومتی به شمول وزیر معارف به همین شکل کمپاین های انتخاباتی و تجمعات اعتراضی جدا ممنوع است. با این همه کمیسیون انتخابات از تلاش ها برای برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان خبر می دهد. رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398 تا کنون توانسته پلان عملیاتی، استخدام، طرز العمل ها، لوایح مربوط را برای پیشبرد پروسه انتخابات تهیه و تصویب نمایند. این کمیسیون همچنان به تمام جوانب زیردخل از جمله کاندیدان ریاست جمهوری، احزاب، ائتلاف های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و رای دهندگان اطمینان می دهد که در جهت برگزاری این انتخابات و تامین عدالت انتخاباتی تلاش های لازم را خواهد نمود. قرار است که پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری تا کمتر از یک هفته دیگر آغاز شوند. رقابت های فوتسال میان دانشگاه های خصوصی و دولتی در هرات آغاز شدند. این رقابت ها با نام جام فرهیختگان میان 10 تیم در دو گروه برای 12 روز ادامه خواهند داشت. هدف از برگزاری این رقابت ها گسترش روابط میان دانشگاه ها و ترویج ورزش در میان دانشجویان گفته شده. فدراسیون ورزشی دانشگاه های حوزه غرب پیش از این نیز در بخش های شنا، کوهنوردی و شطرنج میان دانشگاه های حوزه غرب رقابت های را راه اندازی کرده. 10 تیم فوتسال از دانشگاه های دولتی و خصوصی که برای جام فرهیختگان با هم رویارویی می کنند. این مسابقات قرار است برای 12 روز در دو گروه 5 تیمی برگزار شود. این برنامه مسابقات جام فوتسال فرهیختگان بر حضور نه تیم از پانتونه و مؤسسات تحصیلات عالی ولایت هرات و یک تیم از فدراسیون پانتونه. هدف برگزاری این مسابقات گسترش ارتباطات میان دانشگاه ها و ترویج ورزش میان دانشجویان گفته شده است. بسیج عمومی محصولین به ورزش کردن ما در تلاشیم تا فرهنگ ورزش و سپورت نهادینه بسازیم در میان محصولین پانتونها، به خاطر که محصولین روی بیاورن به ورزش و شکی نیه وقتی که محصولین ورزش میکنن، ضمن اینکه تن سالم دارن، فکر سالم دارن، باز میتونن که درس هم بهتر یاد بگیرن. این رقابت ها میان استادان و کارمندان دانشگاه های گوناگون انجام شده است و بازیکنان از اینکه می توانند در کنار ورزش ارتباطات بیشتری با کادرهای دیگر دانشگاه ها ایجاد کنند خرسند هستند. مسابقات میتونه خیلی زیاد تاثیر زیادی داشته باشه، هم اتحاد و اتفاق بین دانشگاه های خصوصی و دولتی زیاد کنه، هم ای بشه که بالاخره استادا و محصلا روی به ورزش بیارن و ورزش به عنوان یک الگوی بسیار خوب نهادینه کنند در بین دانشگاه خصوصی و دولتی. هدف اساسی از او ایجاد یک روحیه و انگیزه و یک حس همدوستی و با هم زیستیر میتونیم بگیم که یک از هدف اساسی ورزش همی است. فدراسیون ورزشی دانشگاه های حوزه غرب در کنار فوتسال مسابقات شطرنج، شنا و کوهنوردی را میان دانشگاه های هرات و دیگر ولایات در این حوزه برگزار کرده است. وزارت تجارت صنایع به توسعه بازرگانی و ترانزیت کالاها از راه ازبکستان خوشبین است. سخنگوی این وزارت نشست‌های اخیر مقام‌ها و بخش خصوصی دو کشور را برای توسعه بازرگانی میان دو کشور سودمند می‌داند و می‌گوید که به زودی مشکلات فراراه سرمایه‌گذاری‌ها و بازرگانی میان دو کشور از میان برداشته خواهند شد.
وزارت صنعت و تجارت با در نظر داشته دستاوردهای نشستهای اخیر مقامها و بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان و نیز استقبال از نمایشگاه فراورده‌های داخلی در شهر تاشکند میگویند که قرار است در روابط بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و ازبکستان افزایش چشمگیری به وجود آید. ای امیدواری را خلق میکنه که ما بتونیم مناسبات تجارتی خود با ازبکستان گسترش بدیم، به خاطر از اینکه پیش از این در شهر مزار شریف نمایشگاه طرف ازبکستان برگزار شده بود که مورد استقبال از طرف جامعه تجاری افغانی قرار گرفت. در امین الاتاق تجارت و صنایع میگوید که فرصت های توسعه سرمایه گذاری ها و بازرگانی با ازبکستان بسیار زیاد است و حکومت های افغانستان و ازبکستان باید در این بخش زمینه های لازم را فراهم سازند. با آمدن حکومت جدید در ازبکستان و حکومت وحدت ملی که اضافه از 23 قرارداد و پروتکل امضا شده، وضعیت تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری ما با ازبکستان روی به بهبود هستند. بر بنیاد اطلاعات داده شده وزارت صنعت و تجارت، در سال گذشته ارزش بازرگانی افغانستان و ازبکستان به حدود 600 میلیون دلار رسیده است که بخش زیاد آن را واردات از ازبکستان تشکیل می‌داد. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. بیش از 7500 خانواده در شهر گردیز از برق وارداتی بهره مند شدند. مسئولان محلی ولایت پکتیا میگویند که با تکمیل شدن کار شبکه توزیع برق در شهر گردیز، روند توزیع برق به خانواده ها آغاز شده. والی پکتیا گفته که به زودی باید برای 7000 خانواده دیگر در این شهر نیز برق توزیع شود. قرار بود که با تکمیل شدن کار شبکه برق در شهر گردیز برای 18000 خانواده به یک بارگی برق توزیع شود. اما به علت مشکلات در شبکه برق تنها برای 7500 خانواده در این شهر برق توزیع شده است. مسئولان ولایت پکتیا میگویند که شرکت برشنا هر چه زودتر روند توزیع برق برای بیش از 7000 خانواده دیگر را روی دست گیرد. گردیز خار که اینن 1500 کورنی لبرک برخوردار است و انشالا پا میاستن اینه که با هم دوم را نوری 1500 کورنی یا 1000 کورنی نوری لبرک برخوردار است. سیدی مرکز دی کار در غنزدی صحیب تقریبا طولی کور که پا دوام پراو کسی مگه 15000 نور کورنو گفتنه کلیده سی برکو تا توزیع. از سوی شمار از باشندگان شهر گردیز میگویند که حکومت باید در سرعت کار این پروژه و ساخت شبکه توزیع برق در شهر گردیز تلاش هایش را بیشتر سازد. با اول قدم کی دی مرکز خلکو تا او شو خو اطرافی خلکو تا وځي زدرون او گردی چړي دا قبول سوالي زرمات او احمد آباد بازي سیمي دغه دی بار به مونږ برق ورکو ولی مونږ وختنه د دې چې په دې کې جدیت او کتیت نه کار وخت نه مونږ د حکومت نه وختنه دغه ده چې څومره زر چې کېدل شي دغه راغلي برخنانه باید استفاده وشي. در امین المسئولان شرکت برشنا در پکتیا میپذیرند که پیش از این هم به علت مشکلات میان پیمانکاران این پروژه و چند دست شدن این پروژه میان شرکت های پیمانکار مشکلات در این بخش وجود داشتند. اکثرا تجهیزات بهر نرازی، هند ندوی تایکی، چین ندوی تایکی، نو در اساس لیگ در پروسه ترانسپورت تدارکات ستونزی را مستکیگی. شماره از باشندگان ولایت پکتیا میگویند که پیش از این رئیس جمهور به آنان وعده کرده بود که برای 18000 خانواده در پکتیا برق توزیع خواهد شد، اما اکنون با گذشت در حدود 1.5 سال از این وعده رئیس جمهور تنها برای 7000 خانواده در شهر گردیز برق توزیع شده است. در ادامه چند خبر ورزشی ببینید. وقت بخیر. آفریدون آمون نخستین ورزشکاری است که به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی موج سواری که قرار است تا 2 ماه دیگر در ژاپن برگزار شود حضور پیدا خواهد کرد. او در این رقابت‌ها برای به دست آوردن سهمیه بازی‌های المپیک 2020 توکیو ژاپن نیز رقابت خواهد کرد. آسان نمی‌باشد چون کشورهای برتون گفتم استرالیا، آمریکا، برزیل که هستند بسیار پیش هستند در میمارد سواری، ولی امکاناتش هست. در همین حال مسئولان در ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک میگویند آنان با آقای آمو در تماس هستند و در رقابت‌های پیشرو او را حمایت خواهند کرد. تمام فعالیت‌های آمو که در کشور جرمنی هست و در مسابقه شرکت میکنه مورد تایید ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان میباشد.
آمو سال گذشته با گروه از موج سواران به ولایت پنجشهر سفر کرد و موفق شد در دریای پنجشهر به موج سواری بپردازد. اصل هدفم، اصل موضوعم امی است که بتونم امی ورزش که خودم ازش قضات خوشی میبینم بتونم افغانستان بیارم که مردم افغانستان هم ازش خوشی داشته باشن. آفریدون آمو هم اکنون برای آمادگی در رقابت‌های پیشرو در اندونزیا به سر می‌برد و امیدوار است سهمیه بازی‌های المپیک 2020 ژاپن را به دست بیاورد. در این دیدار نخست بازی را در بخش توپزنی کرکت بازان معلول کشور آغاز کردند و توانستند در 20 اوور بازی با از دست دادن 7 بازیکن 164 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای ملی پوشان معلول کرکت کشور محمد اشرف خوب درخشید و توانست 57 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل کرکت بازان معلول ایالات اتراپ پردیش هند بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده شده ملی پوشان افغانستان را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 65 دوش به ببرهای آبی کشور واگذار کرد که در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان معلول کرکت کشور توفیل احمد خوب درخشید و توانست در بدل از دست دادن کمترین دوش دو بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. این در حال است که تیم ملی معلولین کرکت کشور در حال حاضر به منظور آمادگی برای رقابت‌های جام جهانی در هند به سر می‌برد و قرار است به روز 4 ماه آینده میلادی در نخستین دیدارشان در رقابت‌های جام جهانی برابر بنگلادش بخت آزمایی نماید. ریال مادرید بازی را بهتر شروع کرد و کریم بنزما در همان اوایل بازی مایل نویر را سنگرپان بایر را محک زد، اما نویر موفق شد در دقایق 5 و 11 ضربات بنزما را دفع کند و مانی از فرو ریختن دروازه شود. بایرن برخلاف جریان بازی در دقیقه 16 به گل اول خود رسید. توماس مولر داوید آلوبا را با یک پاس خوب به سمت محوطه جریمه ریال روانه کرد و پاس او به کورتین تولس رسید تا تولس با دو ضربه سرانجام توپ را از خط دروازه ریال عبور دهد و نیمه نخست با همین تک گل بایرن به پایان رسید. نیمه دوم را بایرن بهتر آغاز کرد و لواندوسکی مهاجم لهستانی بایرن توانست کلور نواس سنگرپان ریال را شکست داده و با شوت کم ارتفاع به گوشه دروازه گل دوم بایرن را به ثمر برساند. بایرن که تیم برتر میدان بود و گنبری در دقیقه 70 سومین گل بایر را وارد دروازه ریال کرد. بایرن می رفت که بازی را با همین نتیجه به پایان برساند، اما کارت قرمز کولرش دروازه‌بان تعویضی این تیم دریافت کرد. رودریگوی برزیلی پشت ضربه آزاد ایستاد و تنها گل ریال را وارد دروازه آلمانی ها کرد. در نهایت بازی با برتری 3-1 بایرن به پایان رسید.